سلام، به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. فروش دختران خردسال در افغانستان، بحران گرسنگی و فقر گسترده در افغانستان بیش از هر گروه دیگری به کودکان آسیب می زند. در 6 ماه گذشته با از دست رفتن میلیون ها فرصت شغلی، میلیون ها نفر که زندگی متوسطی داشتند به جمع گرسنگان و نیازمندان زیر خط فقر پیوستند. من فکر میکنم که اون قضی فاجعه باید درکش بیشتر باشم، به خاطر از این که این صرف یک مسئله فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی نیست، چند بُعد داره و کشور ما در طی 40 سال آخر یک کشور بوده که در جنگ و با خشونت چندین نسل در این پرورش یافته. اینجا یک مفکوره به وجود آمده از بعد از سقوط دولت داوود خان که خشونت یک رای است که میرسیم به قدرت. خشونت یک رای است که شما را میته آواز. خشونت و آله دست کشورهای بیگانه شدن رای است که شما میتونین که بتونین فرهنگ جامعه را بسازین و این کلانترین مشکل اجتماعی ما در ظرف 40 سال اخیر است، یعنی جنگ و بود سیاسی افغانستان تشکیل داده اینمی مفکوره اجتماعی ما را که ای باز رب میگیره به قوانین و به شرایط اقتصادی کشور و همچنان به ای که یک فرهنگ که در اون خشونت و کسی که زور داشته باشه همیشه دکته میکنه که جامعه چگونه به یک شکل به وجود بیاره. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شیرازه و نظمی که در اقتصاد جامعه افغانستان تازه شکل گرفته بود از هم پاشید و میزان فقر و گرسنگی از دور افتاده ترین روستاها تا مرکزی ترین نقطه پایتخت یکسان شد. این وضعیت سبب شد تا شماری از خانواده هایی که توانایی سیر کردن شکم کودکانشان را ندارند به فکر فروش یک یا تعدادی از کودکانشان بیفتند. توجیه پدر و مادرانی که دست به فروش فرزندانشان میزنند این است که یکی را میفروشند تا با پولش شکم بقیه را سیر کند. در این میان کودکانی که برای فروش انتخاب میشوند دخترانند، نه پسران. فروش کودکان دختر بیشتر در مناطق جنوب و شمال غرب افغانستان مانند استانهای بادغیس، غور و هرات رواج دارد. اما سنتی دیرینه در سراسر افغانستان است. خب اول خب ما یک ملت فقیر هستیم، همیشه بودیم. یک کشور بودیم که از نگاه جغرافیایی دسترسی به بحر نداشتیم. اقتصاد ما وابسته بوده به کشورهای منطقه و خارجی. سیاست ما وابسته بوده به کشورهای منطقه و خارجی، مخصوصا کشورهای یا بر قدرت‌هایی که در طول 30-40 سال آخر سیاست‌های خود به افغانستان بازی کردند. این حال به یک حالتی که شما از نگاه فرهنگی دیدین که بعد از سقوط زمان پدرم زن صرف یک دراشه رانده شده و همین مسائل جهاد و جنگ‌های داخلی
که این صرف باز هم امون مسئله خشونت و جنگ است که بلومدار از نگاه سیاسی اینا من حیث یک افزار استفاده شدن سیاست مدارا، اما از نگاه فرهنگی و اجتماعی مفکوری که دادن که یک جامعه خشونت بار به وجود آورده و در جامعه خشونت بار کسی که زورگوی است همو میتونه که برنده باشه. در اینجا مثلا اطفال یا خانما یا کسانی که مثلا معیوب هستند یا کسانی که مثلا مشکلات صحی دارند یا کسانی که سنایشان بزرگ هستند از نگاه فیزیکی نمیتونن که امو انرژی رو داشته باشن، همیشه صدمه اول میبینن. اگر دختران ما هم این رو فراموش نکنیم که ما یک ملت، یک کشور هستیم مردسالار، و در ملت مردسالار که در 40 سال با خشونت ای مفکوره هایشان به وجود آمده، اولین صدمه به دختران زنا میرسه. ناله در یک دکده افغانستان یک فامیل که سطح تعلیم و تربیش بلند نباشه، دختر برش و دخترای خود صرف برازی کلان بکنن که اونا عروسی بکنن و خانواده تشکیل بدن، بر از اونا رای از این که نان آب خود بیافن خواه از طریق دختر نایم باشن، از طریق بچه می باشه، لذا دخترها فروخته میشن. به نظر من این یک پدیده است که سطح تعلیم و تربیه فرهنگی و اجتماعی ما همچنان بلند نرفته در چند سال آخر به اون شکل باقی مانده. شماری از فعالان فرهنگی و مدافعان حقوق بشر که با ریشه های سنتی مردم افغانستان آشنایی دارند بر این باورند که فروش دختران خردسال بیش از آن که ریشه در فقر و بحران اقتصادی داشته باشد در زن ستیزی و مرد سالاری حاکم بر جامعه افغانستان نهفته است. آمار دقیقی از شمار دختران خردسالی که در 6 ماه گذشته در پی گسترش بحران گرسنگی و فقر در افغانستان به فروش رسیده اند وجود ندارد. اما سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش‌های متعدد هشدار داده‌اند که کودکان بیش از هر گروه دیگری در معرض خطرند و گسترش فقر و افزایش فروش دختران خردسال منجر شده است. چیزی که خودم از غور آگاه هستم، در غور بودیم و فروش دخترها یکی از ریشه های از این همون فرهنگ جهالت یا بر شما بگویم همون فرهنگ تاریکی که از سالها سال است به اونجا حاکم است، به غور حاکم است. یکی از دلایل دیگرش موضوع ازدواج میشه. اینا وقتی میخوان یک دختر بگیرن، اینا به نام تویانه دختر میخرن، یعنی به فروش میرسانن. فامیل دختر به نام تویانه از افلک اشلک تا دوازلک اونا دختر به فامیل پسر به فروش میرسانن. البته به نام از رو میگذارن تویانه، ولی دلیلی که در این شب روز متاسفانه بیشتر فروش دخترها روی رسانه ها رسانه‌ای شده و بیشتر از ولایت غور و بادخیس این وضعیت است. یک از دلایلش گفتم جهالت است، دیگر دلیلش فقر است که این مردم بسیار در محرومیت است، سطح آگاهی دانششان پایان است، مشکلات فقر که اونا را بسیار به این وضعیت آورده. بالاخره اینا دخترای خود به دلیل از اینکه بتونن پول بتونن تامین نفقه کنن، امرار حیات کنن، دختر خود به فروش میرسن. اگر در وقت کمونیستا، مثلا ما دلچسپی بود که ما در وقت 6-7 ساله بودم، بعض از معلمای ما که ما را درس می دادن یا کسانی که ما میشناختیم به ولایات می رفتن تدریس می کردن، زنا را باسواد می سازن، یعنی کورسای باسوادی به اطراف بود، درست؟ که سواد آموزی که زنان بتانن نوشته کرده بتانن و سطح تعلیمشون بلندتر برن.
و همچنان بر کسانی که مثلا کارگران بودن یا به کسانی که مثلا کار می کردن کورس آموزی، سواد آموزی، کورس های رایگان بود. اما پزده شد که اینا هستن ملحد و اینجا امرای کلتور ما بازی میشه و فرهنگ ما به شکل است که باید زنها از خانه نبراین، در صورتی که تو نبود، اما اینمی پروپاگنده بود که کش میشد. امروز باز هم در 20 سال آخر اقلا 23% پارلمان افغانستان زنها تشکیل داده بودن. حال کی است؟ نه پارلمان است، نه نماینده زنان است و ارگان‌های بی‌طرفی که مثلا شبکه زنان اینا همچنان بودن، اینا هم نمیتونن واضح کار بکنن. با وجود از این گفتن که دفتر خود باز بکنین، اما نمیتونن کارهای برنامه های خود مثل قدیم پیش ببرن چون برشان تهدید است. و در ضمن همه از ای گپ ها، شما مثلا یک کشور مثل پاکستان صدر اعظم شو دارین که برتون میگه که اینا فرهنگشان است. پس ببینین باز از کجا دکته میشه فرهنگ. اینا فرهنگشان است که زنایشان درس نمیخونه، اما من دخترای افغان میبینم که گریان میکنن که ما میخوایم بریم، از ما مادرای ما رفته به مکتب. دلیلی که من امروز در بیرون صدا دارم به خاطر که مادرم و بیبیم یگانه گپی که ما را زدن اینمی بود که باید سر پایتان استاد شین و درس بخونین و بتانین که فاکولتیتان خلاص بکنین، درست؟ و تمام امی دارایی و وقت خود سر از اینمی اینا چی کردن؟ قربانی کردن تا ای که ما بتانیم سر پای خود استاد شین. و شما یک پاکستانی امروز دارین که میگن که کلتور افغان ها به شکل است که زنهای خود را نیمونن که تدریس بکنه، از خاطر ای دیگه به اونا تعلق داره و این گروه افراطی است که مثلا اینمی پالیسی ها را از بیرون دکته میشه و اینا چی میکنن؟ تطبیق میکنن. بیشتر کودکانی که به فروش رسیدند از خانواده های روستایی هستند که در جنگ خانه و کاشانهشان را از دست دادند و اکنون در حومه شهرها توی چادر و در وضعیتی دشوار زندگی می کنند.